امیدوارم حال احوالتون خوب باشه، کیفتون کوک باشه. خیلی خوش آمدید به این جلسه از کارگاه ادامه میدم، به تعبیر من مهمترین جلسه. امیدوارم که در پروسه مطالعاتیتون روز به روز پیشرفت رو دیده باشید و الان با حال خوب، با انرژی مثبت آماده باشید که با همدیگه یک سری به قول معروف گفتمان مؤثر رو داشته باشیم. در حساس ترین زمان یک کنکوری هستیم بدون تردید، لذا خیلی دلم میخواد که خوب به حرفام گوش بدید، خیلی زیاد. تا جای ممکن کلاس رو با تأخیر شروع کردم به این امید که همه بچه‌هایی که آزمون قلمچی داشتن بتونن برسن، و الان فکر میکنم واقعا هیچ کسی هیچ بهانه‌ای برای جا ماندن از کلاس نداشته باشه. خیلی خوش اومدید رفقای نازنینم، خیلی خوش آمدید. خب بفرمایید ببینم، به رسم همیشه اول اسم شهرتون رو بنویسید. اول اسم شهر. به به، بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار عالی. به به، چه جذاب. چقدر جالب که بعضی موقع ها آدم اسمهای جدید میشنوه، چقدر زیبا. این نشون میده که در ریسترین و به قول معروف کوچکترین تقسیمات کشوری، مثلا یک روستا، یک شهرستان، من افتخار اینو دارم که در کنار رفقای خوبم باشم. چقدر زیبا این حس. مثلا من واقعا یک سری از اسامی رو برای اولین بار دارم میبینم و این از ضعف اطلاعات جغرافی من قطعا، ولی برام خیلی زیبا این اتفاق. به به. یه سوال دیگه، خب ما یک سری دانش آموز داریم که 200 و اندی دانش آموز که من افتخار اینو دارم در قالب مشاور و برنامه ریز در کنارشون باشم و توی طرح مشاوره TNT. غیر از اون بچه ها یا الان سر کلاس هستن، بچه هایی که هستن فقط یک من بنویسن، یعنی بچه هایی که من براشون برنامه ریزی نمی کنم، جزوه طرح مشاوره TNT من نیستن، اون بچه ها فقط یه من بنویسن لطفا. آها آره آره، همه لطفا، یعنی رفقایی که حالا پشت رویایی هستن یا 12 هستن و من افتخار اینو نداشتم متاسفانه به خاطر محدودیت ظرفیت در کنارشون باشم. مرسی، چون خیلی این سوال ها برام اهمیت داره، خیلی زیاد برام اهمیت داره. و نکته بعدی این که بچه هایی که جزو طرح مشاوره هستند، یعنی مشاوره TNT و دارن با برنامه درسی من درس میخونن، اونها از اینجا به بعد لطفاً یک من بنویسن. بچه هایی که جزو طرح بنویسن TNT. آره اینطوری بهتره. آره من ننویسن، بنویسن TNT. اینطوری بهتره. مرسی. آره بنویسن TNT. میدونم یه سری تو نوشتید من، ولی اون بچه هم دوباره بنویسن TNT. آهان از الان داره میشه. آها متوجه شدم، مرسی. آه کم سعادتی من بود عزیز دلم. خب مرسی. و سوال آخرم، همه بچه ها، چه بچه هایی که جزو مشاوره TNT هستن و چه نه، همه بچه ها، اگر پشت رویایی هستن بنویسن 1 و اگر 12 هستن بنویسن 2. همه کسایی که سر کلاسن، اگر پشت رویایی هستن بنویسن 1
اگر دوازدهمی هستن بنویسن دو. میتونیم اینو از اون درصد استفاده کنیم پهلمون؟ بچه ها برای اینکه من درصد و کامل متوجه بشم به نظرم توی اون قسمت چهار گزینه‌ای باشه، اونطوری بهتره. اگر پشت رؤیایی هستید بزنید یک، اگر دوازدهمی هستید بنویسید دو. آها آره، توی اون قسمت درصدگیری لطفاً. پشت رؤیایی یک، دوازدهمی دو. فقط دیگه تو قسمت درصدگیری لطفاً. فقط تو قسمت درصدگیری لطفاً. پشت رؤیایی یک، دوازدهمی دو. خیلی خوب متوجه شدم عزیزای دلم، مرسی. حالا با من گوش بدید، چطور دیگه دو طرفه کن عزیز دلم، یعنی دیگه یه طرفش کن و با من باشید. خیلی خوب به من گوش بدید رفقای نازنینم، خیلی خوب به من گوش بدید. امروز رو ما مبدعی میدونیم برای یک سری اتفاقهای مثبت در خانواده خوشبخت. همه رفقایی که اینجا هستن، رفقای پشت رویایی، رفقای دوازدهمی، حتی رفقای دهم و یازدهمی، چون من دیدم که بعضی ها این وسط می نوشتن آقا ما دهمی، ما یازدهمی، همه بچه هایی که الان سر کلاس هستن یک خصیصه مشترک دارن همشون، اونم این که جزء خانواده خوشبخت هستن. همه بچه ها، همه بچه ها یک خصیصه مشترک دارن، اینم این که جزء خانواده بزرگ خوشبخت است. اولا که امروز که داریم با هم گپ میزنیم و دستور عملهایی که میگیم و توصیه هایی که میکنیم هم برای بچه های دوازدهمیه هم برای بچه های پشت رویاییه. چرا؟ چون عید عملا هیچ کسی مدرسه نمیره، یعنی اولین عرصه است که واقعا هیچ فرقی بین هیچ کدوم از بچه ها وجود نداره. چون همیشه ما توصیه‌ای که میخواستیم بکنیم مثلا اگر به بچه های پشت رؤیایی بود با علم به این موضوع بود که خب بچه ها مدرسه نمیرن، ولی خب بچه های دوازدهمی رو اگر میخواستیم توصیه‌ای بکنیم با علم به این موضوع بودش که بچه ها مدرسه میرن، یعنی با همدیگه فرق داشتن. ولی الان امروز این جمعه و مسیر پیش رو که مسیری که من دارم ترسیم میکنم تا 12 فروردینه، هیچ فرقی بین بچه های پشت رویایی و دوازدهمی، دهم و یازدهم وجود نداره. لذا همه با خیال راحت به حرفم گوش بدید. همه بی اندازه دوره عید دوره مهمیه رو، بی اندازه. نمیدونم از چه لفظی استفاده بکنم که اهمیتش رو بهتون منتقل کنم، نمیدونم از چه لفظی استفاده بکنم، از چه گفتمانی استفاده کنم که تفاوت این دوره رو با همه ایام گذشته براتون تحلیل کنم، واقعا نمیدونم. اما یک چیز رو خیلی خوب میدونم، اونم این که دو گروه دانش آموز رو اگر با همدیگه مقایسه بکنم قطع به یقین متوجه اهمیت این دوران میشید. شما تصور بفرمایید گروه یک، دانش آموزهایی که از تابستان خوندن، خیلی هم خوب خوندن، همیشه هم بیشتر از میانگین مطالعاتی استاندارد درس خوندن. مثلا اگر قرار بوده میانگین مطالعاتیشون در هفته 40 ساعت باشه، اونا 50 ساعت خوندن. اگه قرار بوده میانگین مطالعاتیشون در هفته 60 ساعت باشه، اونا 70 ساعت خونده. یعنی گروه اول گروهی هن که از تابستان تا به امروز خیلی خوب و منطقی و درست حسابی درس خونده. گروه دوم کسایی هن که نه، تا به امروز اصلا درس نخونده. اصلا که میگم خوندن ها، ولی صفر و صدی بودن. یه روز خوندن، یه روز نخوندن. یه روز کمکاری کردن، یه روز زیاد. یهو مثلا صبح با لایو 6:30 شروع کردن، شب با هشتگ 129 شروع کرد تموم کردن. یعنی میخوام بهتون بگم که
مثلا یه روزی خیلی خوب یه روز نه یعنی صفر و صدی بود. قبول؟ پس ما دو گروه دانش آموز رو در نظر گروه اول تا به امروز خیلی خوب درس خوندن، گروه دوم تا به امروز کمکاری های زیادی داشتن. خب اینو تا اینجا داشته باش. حالا شما تصور کن گروه اول در ادامه یهو دیگه درس نخونه، یعنی در این حدود 100 روزی که تا کنکور باقی مونده یهو دیگه نخونه، اونایی که خیلی خوب خونده بودن. و گروه دوم نه، یهو به خودش بیاد شروع بکنه به درس خوندن با تایم مطالعاتی بالا، با حال خوب، با انرژی مثبت شروع بکنه به درس خوندن، درس خوندن، درس خوندن، درس خوندن، درس خوندن، یک حال خوبی رو رقم بزنه. پس گروه اول تا به امروز خوب یهو رها میکنه، گروه دوم تا به امروز بد یهو سفت و سخت میچسبه. رفقا گروه دوم قطعا نسبت به گروه اول عمل کردش در کنکور با فاصله بهتر خواهد. این واقعیت کنکور. آقا این که 100 روز مونده، کل پروسه که یه چیزی تقریبا 350 روزه، چطور این 100 روز نسبت به اون 250 روزی که مثلا گذشته ارزشش بیشتره؟ این واقعیت کنکوره، چون به کنکور نزدیک تریم، چون اطلاعات وقتی وارد ذهنمون میشه میتونیم با تکنیک هایی اون اطلاعات رو در حافظه کوتاه مدتمون نگه داریم، ببریم تو بلند مدت با دوره هایی که میکنیم دوباره برگردونیم تو حافظه کوتاه مدتمون و هی باشون بازی کنیم. ولی اطلاعاتی که قبلا به دست آوردیم چون از اینجا به بعد قراره نخونیم، پس قطعا از یادمون میره. رفقا 100 روز پیش رومونه، عجیب، ولی نسبت به 250 روزی که گذشته اهمیتش با وجود اینکه 2.5 برابر از نظر کمیت کمتره، ولی از نظر تأثیر باور بفرمایید 2-3 برابر بیشتره. عجیبه، ولی این واقعیت. عجیبه، خیلی عجیبه، ولی این واقعیت. این واقعیت رفقای نازنین، 100 روز پیش رو شما میتونه یک قهرمان بسازه، حتی اگر در ایام گذشته کمکاری های زیادی کرده باشید. صداقت حرف من رو حس کنید رفقا. من که الان اصلا در مقام ثبت نام نیستم، میفهمید صداقت حرفم رو؟ من از بد ماجرا ولی یک ظرفیت محدودی داشتم و اون ظرفیت پر شد و تمام. من الان نمیخوام دوره جدیدی باز بکنم، نه حتی اردوی آنلاینی میخوام بذارم، نه. صداقت حرف منو میفهمی؟ من الان اومدم شما رو همه رو دعوتتون کردم به این کلاس امروز بدون اینکه هیچ بحث ثبت نام و اصلا اینا نیست. حرف منو میفهمی؟ جنس من، جنس حرف من امیده. من اومدم براتون از امید صحبت کنم، اومدم براتون از انگیزه صحبت کنم، ولی نه یک امید واهی، نه یک انگیزه پوشالی، نه ترسیم آینده تو خالی، نه. چه سودی برای من داره رفقا؟ با دلتون به حرف من گوش بدید. چه سودی برای من داره الان بیام بهتون بگم بچه ها این 100 روز با 250 روز گذشته متفاوته، این 100 روز میتونه از شما یک قهرمان بسازه، الا اینکه دلامون به هم نزدیکه؟ من نه یک نفر میتونم بیشتر بپذیرم نه هیچ چیزی. اومدم بهت بگم عزیز دلم، رفیق من، هم خانواده من، 100 روز پیش رو 100 روز طلاییه. شما میتونید کمکاری های گذشته رو در این 100 روز جبران بکنید رفقای نازنینم. من دارم این حرف رو بهتون میزنم. من هیچ وقت هیچ چیزی به آبرو و اعتبارم برام اولویت نداره. هیچ چیزی. هیچ چیزی به آبروم برام اولویت نداره. من آبروم برام از هر چیز دیگه ای مهمتره. من نمیام خودم رو مدیون چند هزار نفر بکنم. نمیام یه امید واهی بدم، نمیام یه انگیزه واهی بدم.
حرفی که دارم بهت میزنم با سند دارم بهت میزنم، با مدرک دارم بهت میزنم، با تجربه دانش آموز در سالهای گذشته دارم بهت میزنم. که آقا من دانش آموزایی داشتم که از پروسه مطالعاتی نوروز شروع کردن، خوندن، رفتن جلو، پرقدرت، قوی، سابقه کمکاری در ایام گذشته زیاد داشتن، صفر و صدی بودن، یه روز خوندن یه روز نخوندن بودن، ولی چون از عید به بعد تمام تلاششون رو کردن، هر آنچه که باید تو این مسیر گذاشتن، تونستن تو کنکور حتی تا رتبه سه رقمی بیارن. صداقت حرف من رو بفهم عزیز دلم، جنس حرف من از جنس امید صادقانه است. من شلوغ بلد نیستم بکنم، صدامو بلد نیستم بالا ببرم، حرفو با دل میزنم. کسی که با دلش حرف میزنه نمیتونه بلند حرف بزنه، چون دل نمیکشه. کسی که با دلش صحبت میکنه آروم و شمرده شمرده صحبت میکنه، چون میخواد بر قلبت بشینه، چون میخواد بر دلت بشینه. رفیق من، صد روز پیش روته. این صد روز اگر تلاش بکنی، اگر تمامت رو بذاری، اگر تمام اتفاقهای مثبت رو برای خودت رقم بزنی، میتونی، والله میتونی، میتونی از پسش بر بیای. شک نکن عزیز دلم، میتونی از پسش بر بیای، میتونی به یه دانشگاه خوشگل، رشته‌ای که دوست داری برسی، میتونی دست نکشی از رشته‌ای که براش قلبت میتپه، میتونی دست نکشی از اون رشته‌ای که وقتی صحبت میکنی راجع بهش اصلا فن تو دلت آب میشه، میگی وای خدای من، اصلا یعنی میشه، ای وای یعنی میشه، یعنی مثلا میشه واقعا من در ردای سفید پزشکی خودم رو ببینم، یعنی میشه واقعا مثلا من خودم رو در قامت یک وکیل ببینم، این علامت کانون وکلا رو اگر یک خانوم هستم روی مقنعم، اگر یک آقا هستم روی این اینجای کتم بزنم، علامت سبز کانون وکلا. خدا مثلا واقعا میشه من سال بعد معلم بشم؟ ها مثلا خدایا سال بعد میشه من مثلا یک مهندس بشم؟ میشه مثلا من خودم رو در لباس یک دندان پزشک تصور بکنم؟ خدایا میشه من مثلا روانشناس بشم؟ خدایا میشه من داروساز بشم؟ مثلا یه داروخانه داشته باشم، اسم خودم روش باشه، مثلا داروخانه دکتر، مثلا نمیدونم حالا اسم شما دیگه، میشه مثلا خدایا میشه من یه مؤسسه حقوقی داشته باشم، مؤسسه حقوقی مثلا فلان؟ میشه؟ قند تو دلت آب میشه؟ اگر قند تو دلت آب میشه، این صد روز خیلی مهمه بچه، بچه این صد روز خیلی مهمه. رفقای من، رفقای من، عزیزای دل من، این صد روز خیلی مهمه. چقدر خوب که داریم با قلبمون با هم دیگه حرف میزنیم، چقدر خوب که من قرار نیست تبلیغ چیز خاصی رو بکنم، چقدر خوب که جونمون به جون هم وصله، چقدر خوب که بدون منفعت داریم با هم گپ میزنیم، چقدر قشنگ، چقدر زیبا. عزیزای من، صد روز دارید تا پزشکی، که فقط افتخارش بر منه. چرا؟ چون برادر این خانواده. صد روز دارید تا وکالت، صد روز دارید تا قضاوت، صد روز دارید تا مهندسی، صد روز دارید تا داروسازی، صد روز دارید تا چه میدونم هر چیزی که شما بگید، صد روز داری تا روانشناسی، صد روز داری تا معلمی، صد روز داری تا قند تو دلتون آب شدن. یه لحظه چشاتونو ببندید، یه لحظه چشاتونو ببندید، یه لحظه چشاتونو ببندید، یه لحظه چشاتونو ببندید. تصور بفرمایید مرداد. خواهش کردم، خواهش کردم، یه لحظه چشاتو ببند. مرداد،
جواب اولیه کنکور اومد. رتبتو میبینی. ازت خواهش میکنم چشاتو ببند. رتبتو میبینی. پیش خودت میگی آخیش 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 خدایا شکرت آخیش. من الان با این رتبه ای که دارم میدونم میتونم پزشکی بیارم. حالا انتخاب رشته کنم ببینم کجا قراره بیارم. آخیش خدایا من با این رتبه ای که الان دارم میتونم حقوق بیارم. حالا دیگه انتخاب رشته کنم ببینم کجا قراره حقوق بیارم. تو رو قرآن چشاتو ببند. خواهش میکنم چشاتو ببند. آخیش من الان با این رتبه ای که دارم میدونم میتونم دندون قبول شم. میدونم میتونم دامپزشکی قبول شم. میدونم میتونم مهندسی قبول شم. اینو میدونم. اینو میدونم. آخیش حالا ببینم انتخاب رشته کنم ببینم کجا دیگه قراره قبول. چشاتو باز کن. خیلی حیف این حالو تجربه نکنی. خیلی حیف این حالو تجربه نکنی. خیلی حیف عزیز دلم این حالو تجربه نکنی. رفیق من خیلی حیف این حالو تجربه نکنی. سعی میشه کامل میشه. صد روز پیش روته. تو میتونی تو این صد روز اون حاله رو برای خودت بگیری. اوکی تا الان هیچ کاری نکردی باشه، شاید پزشکی تهران نیاری، ولی پزشکی که میاری به به اون ردای غرور آفرین پزشک رو که بر تن میکنی. شاید حقوق دانشگاه تهران نیاری باشه، ولی خب این وکیل که میتونی بشی، حقوق یک جای دانشگاه دولتی باحال خوب قبول میشی، بعدن آزمون کانون وکلا شرکت میکنی و یه وکیل نامی میشی. حیف نیست؟ حیف نیست؟ به قلبت مراجعه کن. حیف نیست؟ بچه ها واقعا دل کندن از بعضی رؤیاها خیلی دل میخواد. من خودم به شخص اون دل رو ندارم، باور کن. بعضی موقع دل کندن از بعضی آدما، دل کندن از بعضی اتفاقها، دل کندن از بعضی دستاوردها، دل کندن از بعضی هدفها خیلی دل میخواد. من خودم به شخص اون دل رو خیلی وقتا ندارم. اصلا حسرتی که به دل آدم میمونه خانمانسوزه. من اصلا خودم واقعا تا به تحمل اون حسرت رو ندارم. خیلی وقتا اصلا نمیکشه. واقعا این هجوم رو تنم نمیکشه. هجوم این زخم و این تن من نمیکشه خیلی وقتا. شما رو نمیدونم، ولی واقعا اگر رؤیایی دارید که در پیش هستید، واقعا اگر رؤیایی دارید که جونتون رو براش حاضرید بدید، واقعا اگر یک هدفی دارید که وقتی حتی ازش صحبت میکنید قند تو دلتون آب میشه، شما هم نباید دلشو داشته باشید که ازش دل بکنید. واقعا نباید رفقا. اگه آره اسمش رؤیا نیست، اگه آره اسمش هدف نیست، اگه آره اسمش یک دستاورد بزرگ نیست، بچه هدف اگر هدف باشه جنگ جنگ نابرابره. هدف اگر هدف باشه لشکر هزار نفریه که به جنگ تو داره میاد. تو باید رشادت بکنی در راه رسیدن به اون هدف. تو باید از خود گذشتگی کنی. تو باید از جون خودت بگذری برای به دست آوردن اون دستاورد. هدف اگر هدف جنگ نابرابره. هدف اگر هدف هجوم یک لشکر هزار نفریه به تن تو که باید تحمل بکنی سختیاشو، که باید زخماشو تحمل بکنی، که باید صدای شکسته شدن استخونای خودت رو بشنوی تا بهش برسی. هدف اگر هدفه که ساده رسیدن بهش معنی نداره، که اگر مسیر هموار بود اون چشم‌اندازه دیگه فاخر و زیبا نبود.
رفقا نگذرید، انقدر ساده از رؤیاهاتون نگذرید، انقدر ساده از آیندتون دل نکنید. عزیزای من، زمانی پیش روتونه، یک زمان 100 روز، ازش استفاده کنید. به من وجودیتون اعتبار بدید، به خود آرمانیتون نزدیکتر بشید. حیف شماست، حیف شماست، خیلی حیف شماست، خیلی حیف شماست. خیلی حیف شماست به خدا. اصلا واقعا دلم میسوزه بعضی موقع. خیلی دلم میسوزه بعضی موقع. وقتی جوابا میاد. خیلی دلم میسوزه بعضی موقع. برای بچه هایی که حاضرن هر چی دارن بدن فقط زمان برگرده به گذشته. خب الان همون گذشته است دیگه رفیق من، الان همون گذشته است دیگه، مگه نه؟ خب چرا الانو جدی نگیری؟ الان همون گذشته است دیگه، چرا الانو جدی نگیری؟ حتما باید زمان بگذره، حتما باید نوشدارو بعد از مرگ سهراب باشیم. خب چرا الان زمان رو جدی نگیریم رفیق من؟ من چی به شما بگم دیگه آخه؟ ها؟ اصلا من چی به شما بگم؟ مگه آخه چه منفعتی بر من داره که تو درس بخونی؟ چه سودی بر من داره آخه؟ من که اصلا الان اصلا آخه چه سودی برای من داره تو درس بخونی؟ غیر از اینه که دوست ندارم حال بدت رو بعد از اومدن جوابها ببینم. من که الان اصلا در مقام تبلیغ چیزی نیستم. چه سودی داره؟ من فقط میخوام به تو بگم عزیزم، این 100 روز با این 250 روزی که گذشته متفاوته، چون به کنکور نزدیکه، چون انرژی زیاده، چون تایم مطالعاتی بالا میره، چون کلاس ها کم کمک داره تموم میشه، چون همه چیز که تو بگی تأثیر گذاره، چون انقدر کنکور نزدیکه که داری میبینیش، داری حسش میکنی، هر وقت بخوای تنبلی بکنی از وجدان میگیری. جنس حرف من یک حرف دلیه، چون من باورم اینه که ما با هم خانواده ایم. من باورم اینه که اصلا رابطه معلم و شاگردی نیست. هنوزم منو همه داداش علی صدا میکنن. ما مسیری که با هم دیگه شروع کردیم مسیر ماناییه. کنکور کوچکترین ابزارشه، کنکور کوچکترین هدفشه. مسیری که ما با هم دیگه شروع کردیم اصلا یک مسیر خوشگل غیر انتفاعیه، حال خوبه. والا به قرآن، من اصلا آرزوم بود میتونستم به جای اون 200 خورده‌ای نفر، به قرآن آرزون بود میتونستم 2000 نفر قبول بکنم، ولی خب تایم نبود، نشد، نمیخواستم سنبل بکنم، نشد. این مسیر که با بقیه بچه ها قطع نشد که. شماها جون منید، شماها عزیز منید، شماها خانواده منید، شماها اصلا بیشترین کسایی که در ذهن من هستن و من همش دارم بهشون فکر میکنم که چه کنم که براشون اتفاقهای مثبت بیفته، شمایید رفقای نازنینم. این 100 روز رو نگذرید، این 100 روز رو بخونید رفقا.
این صد روز رو لطفاً بخونید عزیزای دل. حیف شماست. خیلی حیف شماست. من اصلا دوست ندارم حتی اگر یک نفر در این خانواده به اون چیزی که دلش میخواد نرسه. یه بار دیگه گفتم. از ته قلبم هم گفتم. گفتم بر من مهمه چند نفر قبول میشن. ولی غیر از اون برام خیلی مهمه که کیا قبول نمیشن. چون نمیدونم خوشحال اونا باشم یا ناراحت اونا باشم. نه، این شیرینی اومدن جوابها رو برای من تلخ نکنید. به خاطر من بخونید، به خاطر خونوادتون بخونید، به خاطر خنده هایی که باید بر لبان کسانی که دوستتون دارن بیارید بخونید. قیل و قالی لازم نداره، اصلا قیل و قالی لازم نداره. بخونید، تلاش کنید، از ثانیه به ثانیه زندگیتون استفاده بکنید. تو این صد روز تایمید مرده نداشته باشید. حتی دم خواب با خودتون قرار بذارید، بگی آقا من از الان تا دم کنکور شب قبل از خواب 15 دقیقه در حد 4 تا 5 تا تست قرابت میزنم و تمام. میبینی؟ یعنی برای ثانیه به ثانیه زندگیتون برنامه بذارید. بگید آقا من مثلا صبح به صبح که از خواب بیدار میشم سر میز صبحانه 10 دقیقه میام ترجمه ی آیات دین و زندگی میخونم. هدفهای بلند ولی با قدمهای کوچیک و مستمر. شما تصور کن شبی 10 تا تست قرابت بزنی میشه 1000 تا تست قرابت. بابا به قرآن 1000 تا تست قرابت تو میتونی بعد شعر بگی دیگه. 1000 تا تست قرابت بزنی خودت شاعر میشی اصلا. چی دیگه؟ بعد میشه خودت میگه آقا اصلا من قرابت نخونده بودم، شبی 20 دقیقه خوندم. چه کار داره؟ آقا شبی 10 دقیقه لغت زبان. میشه 1000 دقیقه لغت زبان. چند تا مگه لغت داره آخه؟ به خدا میشه، به خدا میشه، والا میشه. فقط همت میخواد، فقط غیرت میخواد، فقط همیت میخواد، فقط اراده میخواد، فقط تلاش میخواد، فقط توان میخواد، فقط خانواده میخواد. بابا چی قشنگ تر از این؟ تو این دنیا که آدما کلن اسم همدیگر رو اگر برای هم منفعت نداشته باشن صدا نمی کنن؟ الان فکر کنم 4000 تایی شدیم، نمیدونم دقیق راستش. 3000 تا رو که میدونم رد کردیم. یه اصلا بگیم همون 3000 تا. یه خانواده 3000 نفری دور همیم، کنار همیم، چه منفعتی داریم آخه بگی بر هم؟ چه چیزی؟ مثلا شبایی که من بیدار میمونم شما درس بخونید، آخه این چه سودی برای من داره؟ آره سود داره، منم میشینم کتاب میخونم، آره از این نظر سود داره. ولی مگه من مثلا برای دقیقه های شب زنده داریم مگه پول میگیرم؟ چه چیزی غیر عشقه؟ لایو صبح مگه مثلا چه میدونم، مگه مثل این چیزایی که الان مرسوم شده اومدم مثلا یه پکی باز کردم فقط مثلا چه میدونم فقط 99000 تومان 20 روز صبح در کنار هم باشیم کد بدم بیای تو، مگه این کارا رو کردم؟ لایو اینستاگرامی گذاشتم، چند روز گذاشتم؟ 84 روز لایو به صبحگاهی گذاشتم، یعنی 3 ماه تقریبا. مگه به خاطر اون کارا اصلا من منفعتی تو ذهنم بوده؟ چه چیزی غیر عشق میتونه ما رو به هم دیگه نزدیک کرده باشه؟ خیلی نامردیه به قرآن، خیلی نامردیه که حالا وقتی ازتون من یه چیزی میخوام که بچه ها تو رو قرآن به خاطر منم که شده این صد روز رو بخونید آبروی منو نبرید، الان نخونی. این خیلی نامردیه. من و شما رفیق یه روز دو روزه هم دیگه نیستیم. این خیلی نامردیه. من خیلی براتون زحمت کشیدم، منتی نیست ولی توقع هست. آدم ها میتونن سر همدیگه منت نذارن ولی از همدیگه توقع داشته باشن.
من واقعا منت سرتون نمیذارم چون هر کاری کردم با عشق کردم، ولی توقع دارم ازتون، توقع دارم این 100 روز به خاطر من درس بخونید، توقع دارم این 100 روز به خاطر اسم این خانواده درس بخونید. بابا دیدید که میبینید که چقدر اذیتمون میکنن؟ میگی نمیبینید؟ میبینید که چقدر چرت و پرت میگن؟ پارسال جزو این 99 تست من چند درصد؟ 84 یا 86، حالا حق و ناس نشه، 80 تو بگو، 80 درصد تطابق داشته با کنکور تو 99 تا تست. بعد از زمانی که ما این بحث خانواده خوشبخت رو راه انداختیم، بحث پشت رویا رو راه انداختیم، به اونم انتقاد وارد میکنم. بابا اون که دیگه دینیه، حرفی دارید را چه مشاوره بزنید؟ اون که دیگه دینیه، من 12 ساله دارم درس میدم، آخه دیگه اونو چی کار دارید دیگه؟ میبینید که اینقدر تحت فشاریم، بعد واقعا درس نمیخوای بخونی؟ خب این نامردیه دیگه. آقا چرا نباید درس بخونید؟ آقا چرا نباید درس بخونید؟ خیلی بده واقعا. منتی نیست، ولی من به خاطر شماها تو این مسیر قرار گرفتم، به خاطر شما دارم این حرفا رو تحمل میکنم، به خاطر شما اینقدر همه، حالا همه که نه، ولی یه چند تا رفیق نارفیق اینجور رومونن. خب حالا تو نمیخوای درس بخونی؟ خب این که نامردی دیگه. آخه این با کدوم یکی از اصول اخلاقی جفت و جور میشه؟ ما توقع داریم از شما. با به قرآن، من هر وقت میرم پیش مامان بابام، مامانم حال شماها رو هم من میپرسه. به قرآن اگه دروغ بگم، به خدا اگه دروغ بگم، میگه بچه ها چطورن؟ خب آدم توقع براش به وجود میاد دیگه. ای ای صد روز پیش رومونه، این صد روز باید بهترین اتفاق ممکن رو رقم بزنیم. صد روز پیش رومونه، باید هر آنچه که در توان داریم رو کنیم. اصلا یه سقف نباید داشته باشه مطالعه‌مون. برو بالا هر چی شد دیگه نباید بپرسی آقا فلان قدر خوبه یا نه. اصلا خوب نداریم دیگه، اصلا خوب دیگه نداریم. برو هر چی جون داری خوبش، یعنی هر چی جون داری خوبش، یعنی رو کتابا شبا خوابت ببره خوبش، یعنی دیگه خوب نداریم دیگه. که مثلا میگه خوبش اینه که 14 ساعت، خوب نداریم. خوب یعنی شب رو کتاب بخوابی، خوب یعنی این که میز مطالعات وقتی جلوته اینطوری خوابت ببره، خوب یعنی این. خوب دیگه نداریم، خوب یعنی یه جاهای انقدر خوابت میگیره پاشی را بری درس بخونی، خوب یعنی یه جاهای انقدر خوابت میگیره به مامان، به بابا، به رفیق، به دوست، به خواهر، به برادر، به من بگی آقا من یه 20 دقیقه میخوابم، 20 دقیقه دیگه منو بیدارم کن که دوباره بخونم. خوب یعنی دیگه خوب نداریم. خوب کو؟ خوب یعنی این. خیلی دل میخواد آدم دل بکنه از رویاش، به قرآن خیلی دل میخواد، خیلی دل میخواد. اصلا نمیشه، اصلا بعضی چیزا نشده. آقا مگه میشه آخه؟ آدم اصلا نمیفهمم به قرآن. آقا مگه میشه آدم
پزشکی دلش بخواد، بعد حاضر نباشه 100 روز بمیره برای پزشکی دور از جونت. آخه مگه میشه؟ مگه میشه مثلا آدم دلش وکیل شدن بخواد، بعد 100 روز حاضر نباشه از جان مایه بذاره برای قبول شد؟ آخه مگه میشه؟ مگه میشه آدم دلش تربیت معلم بخواد، دلش بخواد معلم بشه به هر دلیلی، بعد حاضر نباشه 100 روز براش انرژی مضاعف بذاره؟ مگه میشه؟ آخه مگه میشه؟ مگه اونایی که دستاوردهای بزرگ دارن ساده دستاوردها رو به دست آوردن؟ با شلوغ کردن که دستاورد به دست نمیاد. باید جان گذاشت، باید کم خوابی کشید، باید صبح زندهداری، شب زندهداری رو باید تجربه کرد. مگه میشه غیر اینا؟ مگه فرمولی داره موفقیت غیر از اینا؟ با ما دلمون نمیخواد بخوابیم؟ به خدا دیشب من فکر میکنم آخرین برنامه که فرستادم 4 بود، 3 و خورده ای بود، 6:17 که باید پا میشدم. خب من 3 ساعت چشام داره در میاد به قرآن، یعنی فقط ساعت 6:17 که خواب بیدار میشم یه 10 دقیقه یه رو طول میکشه فقط چشام ببینه این ور اون ور رو. اصلا یعنی بعضی موقع جون این که از تخت بیام پایین ندارم، همتون میشینم دم تخت باید دستم میدم رو سرم تا یه خورده مثلا شاید حالم بهتر بشه، حالت تعوام کمتر بشه، قند خونم برگرده، بتونم فقط پاشم برم تا مثلا یه لیوان آب بخورم، یه قهوه بخورم. با دلمون نمیخواد بخوابیم؟ آقا کی دلش میخواد اذیت شدنو؟ یه هدف داریم، تارگت داریم، رؤیا داریم، خواسته داریم، استاندارد زندگی داریم. نمیشه که 100 روز درس نخونی. آخه نمیشه، اصلا نمیشه به هدفت نرسی. که آخه مثلا اون کسی که پزشکی دلش میخواد پزشکی قبول نشه، خب چی قراره تو زندگی دیگه حال اون آدم رو خوب بکنه؟ خب نمیشه که. نمیشه 20 سالت باشه ولی چون به رویات نرسیدی دور از جونت بمیری تو 80 سالگی خوابت خاکت کنن که. نمیشه که. آخه نمیشه. من نمیفهمم به قرآن. نمیشه کسی که مثلا دلش وکالت میخواد بره جامعه شناسی بخونه که. نمیشه کسی که پزشکی دلش میخواد بره مدیریت بخونه که، حسابداری بخونه. نمیشه که. آخه بس این داستان رویاها کجا میره؟ اصلا نمیشه به خدا. اصلا این پس آدم برای چی زندگی میکنه اگر قراره به خواسته هاش نرسه؟ آخه اصلا برای چی زندگی میکنه؟ من واقعا نمیگذرم از بچه هایی که این 100 روز درس نخون. من به کسی که جزو خانوادم نیست کاری ندارم، ولی کسی که هستن واقعا نمیگذرم. حالا شاید اصلا بگی آقا اصلا حقی نداری، باش آیه دیو دیدی حق داشتم دیگه، دیگه برای هر کدومتون یه ثانیه که وقت گذاشتم نذاشتم، اصلا نگو زیاد، یه ثانیه که وقت گذاشتم برای همتون، یه ثانیه نمیشه که نذاشته باشم که. بالاخره یه دایرکتی جواب دادم دیگه، بالاخره چه میدونم به خاطر یکی تو یه 129 گذاشتم دیگه، بالاخره تو لایو صبح یه جمله‌ام بالاخره یه تغییری به وجود آورده دیگه. ها نمیشه که. مگه میشه؟ اگه میشد که الان اینجا نبودی که. من نمیگذرم، واقعا نمیگذرم، اصلا نمیگذرم، جدی میگم. حالا خودت میدونی دیگه، میخوای برات اهمیت داشته باشه، میخواد اهمیت نداشته باشه، ولی من قویاً میگم که نمیگذرم از بچه هایی که این 100 روز نخونه. نمیگذرم. از من گفتم بود. خیلی اذیت هم میکنید بعضی موقع ها. ولی در کنار هم میریم جلو.
بگید من باید چیکار بکنم، من همون کارو میکنم. چت دو طرفه کو عزیز، بگید من چیکار بکنم براتون، من همون کارو میکنم. اون 200 خورده ای نفر که مشخصن که باید چیکار بکنم دیگه، خودشون هم مسیر میدونن چیه دیگه. برای بقیه بگید من چیکار کنم، من همون کارو میکنم. باش، هر کاری بگید من میکنم. بگید، بگید چیکار میخوایم بگید، بگید هر کاری بگید من میکنم. لایو سو میذارم، لایو 6:30 دوباره میذارم. صد و بیست و نه میذارم، صد و بیست و نه هم دوباره میذارم. هر شب 12 تا 2 صد و بیست و نه میذارم. دیگه چیکار کنم؟ یه چیزی میخواین خیلی مسئولیت بزرگیه. خیلی مسئولیت بزرگی اینی که دارید میگید. این که یه چیزی مثل ویتامین دی داشته باشیم، این خیلی بچه ها مسئولیت، یعنی خیلی پروژه سنگینیه. آب خیلی ببینید لایو صبح و هشتگ 129 حتما، ولی این که بخوایم یه چیزی شبیه ویتامین دی داشته باشین، خیلی باور بفرمایید که مسئولیت سنگینیه. اینو بعد اجازه بفرمایید که یه مقدار با فکر بیشتری ببریم جلو با هم دیگه. یک مقدار به نظرم باید با فکر بیشتری باشه. آره. به نظرم این یه مقدار باید با فکر بیشتری اتفاق بیفته رفقای نازنینم. آره، اینکه چیزی شبیه به ویتامین دی برای عید براتون داشته باشم، این یه مقدار به نظرم میرسه که نیاز به فکر بیشتری داره. ولی کارهای دیگر رو قطعا انجام میدیم، حتما انجام میدیم. راجع به اون موضوع اجازه بفرمایید که یه تفکری بکنیم که ببینیم که زمان اجازه میده که من این کار رو انجام بدم یا نه. بر مبنای اون تصمیم بگیریم. اینطوری فکر کنم خیلی بهتر باشه. آره.
اینطوری فکر میکنم خیلی بهتر. خلاصه کلام رفقای نازنینم، عزیزای دلم، یک کلام، صد روز پیش رو داریم. این صد روز رو اگر جدی بگیرید، به اون چیزی که دلتون میخواد میرسید. صد روز پیش رو داریم. بگه بسم الله، این صد روز دوره طلایی نوروز هستش. هرچی در باب اهمیت نوروز بگم کم گفتم، هرچی بگم کم گفتم. از جان مایه بذارید، به جنگ یک لشکر هزار نفری برید. هرچی بر تنتون زخم نشست توجه نکنید. هرچی، هر سختی که سر راه بود بهش فائق بشید. فقط روی هدفتون متمرکز بشید. به امید خدا با یه اتفاق ویژه، اون حال و هوایی که باید رو برای خودتون به وجود خواهید. منم در کنارتون هستم، قطعا در کنارتون هستم، قطعا 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 در کنارتون هستم. و لایو صبحگاهی رو، تایم شروعش رو اعلام میکنم، هشتگ 129 رو اعلام میکنم و تلاش میکنم که بشه یه کار دیگه هم غیر از این کار انجام داد. تمام تلاشم رو میکنم و بهتون میگم که چه اتفاقی، تمام تلاش رو میکنم و بهتون میگم که چه اتفاقی. فقط یادتون نره، عید در استراتژی من زمان جمع کردن پای است. اینو یادتون نره، اینو یادتون نره عزیزای دلم. عید در مدل مطالعاتی من زمان جمع کردن پای است. شما یه مقدمه میری جلو، آزمون هفتم رو میدی برای قلمچی، یه مقدمه میری جلو، اگه اشتباه نکنم آزمون نوزدهم رو میدی برای سنجش. یعنی دو آزمون پیش روت. آزمون اول برای کساییه که قبلا پایه رو خوب جمع کردن و الان میخوان فقط دوره کنن. اگر جزء این گروه هستی، آزمون هفتم قلمچی باید اولویتت باشه. آزمون دوم، آزمون سنجش، که اونم جامعه پایه است، برای کساییه که نه، فقط نمیخواستن دوره کنن، میخواستن از اول بخونن، اون آزمون باید آزمون هدفشون باشه. یعنی یک چیز به شدت مهمی که هست، به شدت مهمی که هست و من میمیرم که معمولا مشاورها ازش غفلت میکنن، اینه: نمیشه برای یک دانش آموز هم آزمون قلمچی جامعه پایش آزمون تارگت باشه، هم آزمون سنجش آزمون تارگتش باشه. نمیشه همچین چیزی عزیز دل من. دانش آموز من باید دو دسته بشه: دانش آموزی که تا الان خوب پایه رو جمع کرده، میخواد فقط مرور بکنه، یعنی دانش آموز قوی، اون دانش آموز هفتم آزمون تارگتشه. برای بقیه دانش آموزا هفتم فقط دستگرمیه. آزمون تارگت اونا برای جمع کردن پایه آزمون سنجشه. اینو یادت باشه. یعنی از الان دید تو اوکی کن. دو گروه هستیم: گروه اول کسانی که برای پایه نیاز به مرور داریم، گروه دوم کسایی که برای پایه نیاز به مطالعه داریم. اگر نیاز به مرور داریم، آزمون قلمچی آزمون تارگتمون باشه. اگر نیاز به مطالعه داریم، آزمون سنجش آزمون تارگتمون باشه. اینو یادتون نره. پس تابستان، میگم تابستان، پس عید رو اختصاص بدید به جمع کردن پایه. حالا کسایی که برنامه‌شون رو خودم می‌نویسم که اونا فقط اجرا می‌کنن، هیچی، بقیه بچه هم تمام تلاشم رو میکنم که بتونم در کنارشون باشم، تمام تلاشم رو میکنم که بتونم در کنارشون باشم. نگران نباشید، تمام تلاشم رو میکنم که بتونم در کنارشون باشم. خیلی خوب، خلاصه کلام، کم نذارید. بعضی موقع دوتا کلمه اندازه یک ساعت حرف توشه. کم نذارید، فقط همین. از جان مایه بذارید، فقط همین. تا جای ممکن پایه رو جمع کنید. ف...
فقط هم. حتما 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 توی اینستاگرام در ارتباط باشیم با هم دیگه. حتما. A F O R O U G H I N I A. این که اینستاگرام اصلی من هستش و غیر از اون صفحه ارکستر موفقیت. من فعالیت رو هنوز تو اون صفحه شروع نکردم. شاید عید بهانه خوبی باشه. ارکستر موفقیت رو هم حتما حواستون باشه. هر دو صفحه رو عضو باشید. هر دو صفحه رو عضو باشید. به امید خدا در کنار هم دستاوردهای بزرگ بجنگید. برای آبروی خانوادتون بجنگید. یا علی.